تصنیف تا ترانه. در میان ترانه‌های نوآورانه سنتی که در سال‌های 30 و 40 ساخته شده، ترانه‌های پرویز یاحقی جای ویژه خود را دارد. یاحقی اگرچه موسیقی را بیشتر نزد دایی خود حسین یاحقی فرا گرفته بود، ولی یک سالی را نیز نزد سبا به سر آورده و به این اعتبار او را نیز می‌توان از شاگردان سبا به شمار آورد که همه دستی توانا در ساختن ترانه داشتند. با این همه نوآوری‌های یاحقی ویژه خود اوست. خلق ملودی‌های سرزنده، ایجاد فضای لازم برای مقدمه ارکستر بدون کلام و بعد رنگ‌آمیزی و سازآرایی‌های جذاب از ویژگی‌های ترانه‌پردازی یاحقی به شمار می‌رود. شاید از میان ترانه‌های او سه ترانه را بتوان بیرون کشید که شکل و محتوای شبیه به هم دارند: میزده، بیداد زمان و افسانه محبت، هر سه با متن‌هایی از بیژن ترقی. او در این ترانه‌ها نیز چشمی به تصویرسازی دارد. تکه‌ای از بیداد زمان او را با صدای مرضیه می‌شنویم. Yeah.
لرزان. تورج نگهبان را نیز باید از زمره ترانه سرایان نوآور به شمار آورد. او نه تنها در حوزه سنتی که در حوزه نوبنیاد پاپ نیز کار می کرد. او را باید یکی از بنیانگذاران استودیوی تنین به شمار آورد که راه تولید و پخش موسیقی پاپ را در ایران هموار ساخت. متن‌هایی که او برای موسیقی همایون خرم نوشته از جلای بیشتری برخوردار است. برخی از این ترانه ها رنگ و بوی تصویری نیز دارد. از جمله ترانه ای که نامش نیز تصویری در خیال است. شاعر در واقع عاشق دلداری شده که در ذهن خود پرورده و در واقعیت وجود ندارد. پروین خواننده ای که کمی دیرتر از دلکش و مرضیه وارد میدان شد، تصویری در خیال را با صدای خود پرورانده است. زمین آمستی از گل رنگ